تتسو ناکامورا، مشهور به کاکاموراد، مردی که نامش برای کمک‌هایش در افغانستان جاویدانه شده. پزشک ژاپنی که نصف عمرش را در کمک به مردم این کشور سپری کرد و از محبوبیت زیاد برخوردار بود. حکومت پیشین افغانستان به خاطر خدماتش در ولایت‌های شرقی برای شهروندی افتخاری داد. او تا زمان مرگش غیر ممکن‌های زیاده را ممکن کرد. زمین‌های خاره را در کنر و ننگرهار سرسبز کرد. همزمان فعالیت‌های بهداشتی هم می‌کرد و پروژه‌های رساندن آب پاک بر روستایی‌ها. گفته بود تلاش کرده کسی را دشمن خودش نکند. مگر پاییز سال 1398 در حمله افراد ناشناس در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار شدیداً زخمی شد و جان باخت. و کانالی که در ننگرهار در حال ساختش بود نیمه کار ماند. برنامه‌ای که به قیمت جانش تمام شد. ولی نهاد پشاورکی که تتسو ناکامورا رئیسش بود میراث او را به کمال رسانده و یک روز پیش این سد کوچک و تمام سیستم آبیاری محصول کار پزشک ژاپنی در منطقه بالاکوت ننگرهار گشایش یافت. رسانه های زیر اداره طالبان از یک مؤسسه ژاپنی یاد کردند. گفتند که پروژه آمل منفیه این مؤسسه با هزینه بیش از $1,000,000 افتتاح شده، بدون اینکه از تتسو ناکامورا یاد کنند. از آنها تشکر می کنیم که افغان ها را یاد کردند، دردهایشان را حس کردند و کمک می کنند. یک روز پیش به مناسبت افتتاح این سیستم آبیاری طالبان مراسم در ننگرهار برگزار کرد و از کارمندان مؤسسه پشاورکی هم تقدیر کرد. من آرزومندم بتوانیم از شیوهی که دکتر ناکامورا تأسیس کرده برای آبیاری دیگر بخشایی که از خشکی رنج میبرند استفاده کنیم. هنوز عوامل حمله به تتسو ناکامورا شناسایی نشده اند. مقام های حکومت پیشین گفته بودند حمله به او در بیرون از افغانستان طراحی شده. گفته شده پیگیری این پرونده پیش از سقوط نظام قبلی متوقف شده بود. جان باختن ناکامورا واکنش های بسیار زیادی را در افغانستان به دنبال داشت و به اشکال مختلف برایش یاد بود و ماتم گرفته شد. اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین آن زمان تابوتش را بر دوش گرفت و با او ودا کرد. مجلس نمایندگان 10 ثانیه به احترامش سکوت کرد. مردم در مناطق مختلف افغانستان برای شمع افروختند و نویسندگان با الهام از داستان او برای کودکان قصه نوشتند. دکتر ناکامورا گفته بود مردم جایی که همه دوست دارند را انتخاب می کنند. اما من به جای رفتم که در اوج ناامیدی به کمک نیاز داشت و کسی نمی خواهد برود. روین رهنوش، بی بی سی.